سلام نه مادن این برای رو موتور میشینه کنم واسه رو موتور چیکار میکنی؟ میشینه نه میگه کیس جدید گرفتی یا ایناست که روی موتور مانت میشه دیگه میتونی چه مارکیه؟ کوادلاک رو موتور واه. مینشست میشنست میشنست گفتم میشینه نه نه, نه. درستش نه. میشنسته اه. اه. میشه خوا... خوابی که دیشب بگن؟ بگم؟ یا دیروز زور دیروز زور بعد اینکه با هم درسته <سطح> ه نداره بگو خواب دیدم که با ایمان و دختر خواهرش رفتیم بیرون بچه کوچولو آه. بود و تو ذهن بود من اصلا بچه هم بعد بچه رفت توی فروشگاهی بودیم یه چیز برداشت من گفتم گفت بله میخریم برات <سطح> بعد اومدیم هم 110 دلار بود اون آیتم ایمان برگشت به من گفت <تصح> که... <تصح> <محالی هم> <تصح> ایمان برگشت به من گفت نه اینو نمیخریم و چون تو گفتی برای برای بچه میخریم تو باید بش بگی نمیخریم این باید از الان این چیزی که باید باش صحبت کنی اینو گفتم آقا من من بودم نمیخریم خود اینم یادش میره بعد ایمان به ما گیر داده بود که نه تو باید باش صحبت کنی همینجا همین بگی اینو نمی آقا ما حالا زانو زدیم جلوی بچه <applause> که این خیلی کرونه مونه خواب غلطی کردیم خواب نمیدونم چرا ما این مرام میخواستیم بذاریم و جالب بودیم چون صحبت کرده بودیم چند ساعت قبلش در مورد سه شمه راجع به قضی صحبت کردیم بچه <تصفح> <آه تصفح> خلاصه من توی این چند روزی گذشته یه در یه خونه از موقعی که خانواده اومدن خب دیگه من بیخ بودم توی استودیو آره بعد دیگه دیدم که خب واقعا اینجا نشده بعد خونه بگیرم و اینا چون خب اینجا مثلا محل کار دیگه میدونی محل زندگی نیست و محل کسب آره نمیشد جفتش با هم دیگه قاطی کرد مثلا قضا نمیشه سی درست, درست کنی هم بو میگرفت و اینا دیگه مجبور شدم یه دقیقه خونه بگیرم بعد به بچه‌ام چیزی نگفتم زیاد یعنی زیاد استرس نکردم چون که به این باور دارم که <تصفح> یه از صبح کشی در سال لیمیتته دیگه نمیتونی بیشتر از یک بار از بقیه بخوای که بیان اسباب کشی رو کنن سر استودیو بود یه روز بود کشی آره آره آخه اسبابی هم نداشتم واقعیت تو دیگه میشه خونه نه لخته میری شب رو زمین حالا بهت میگم کاستینگ ام چی کاستینگ اتفاق میفته آره ادامه بدید اصلا نباید بهش میپرداختیم من گفتم شما ادامه بدید آخه نفهمیدیم می‌فهمیدیم اگه می‌دونستیم بعده نمی‌فهمیدیم آره. چون <تصفح> نفهم <دید. تصفح> کاش بس براون توضیح بده اینجا <تصفح> توضیح توفیح اصلا صحبت نمی‌کنی شما بگو توضیح پس توضیح می‌ده برای تو همینجور آه چشم <applause> حالا دیگه با خط کش وایس بالا این دست <applause> بگیری اینجوری اینجوری میشه این که نمیشه دست آقا من یه بگم قبل از اون پای میکروفون داریم کسایی که میگم دیگه پای, پای میکروفون رو کارون بخرید هست این تا پای میکروفون ولی خوش استفاده میکن. هر آه هفته آه. کامنت میاد نه من چون یه وقتی زیاد میرم جلو یه وقتی دوستان بیام عقب اون آزادی عمل رو از من میگیره اصلا عادتش همه استرتچی فلکسی هست دوست داره بازش من شنیدم و یعنی چیزی نیست که خودم بله باشم یه سری یه سری کتگوری هست که بهش میگن کستینگ چیکار میکنن توش؟ بزرگ یه بزرگ میشنن روی یه آپارتمان خیلی خلوته یه موب فقط یه هست صدا زیاد آها کاستینگ <متصفح> آها کاستینگ <متصفح> یعنی فیلم برداری کردن نه نه چیز کردن موقع که یکیو میخوان آدیشن آره اوکی آها اون <متصفح> دزدی <متصفح> 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 <متصف از بچگیت بگو برام چرا آخرین بار گریه کردی دیگه واحد... چیز بود یه هفته و دو روز پیش داشتیم دیگه در واقع صبح قرار بود که یه مبل از آیکیا گرفتادم قرار بود بیاد و اینا دیگه فرزاد زنگ زن گفت آقا مسیج زن گفت چیکار می‌کنی گفتم منتظر اینا دیگه فرزاد اومد و ما خیر فرزاد بنده خدا رو گرفتیم و کشیدیمش به کار مبل اومد مبل باید تقریبا دوازده پیس می‌بود. سه تاش اومد یعنی سه قرار دوازده تا بسته باشه سه تا بسته و یه چیز چوبی خیلی عجیب وسط حال الان گذاشتم که عکس با از مول آره میتونم نمیتونه نه ببین فریمش هم چوبه یعنی فقط چوبشه و مثلا دست هم نیست پایه نداره نیست بوده چهار تا تیکه چوب بوده یه دونه جلو یه دونه و پشت فقط آره و یه سری پارچه که باید بیاد روی کوشنای این مبل که کوشناش اصلا نه درست به که ما دیروز یه ساعتی درگیر بودیم زنگ بزنیم اون بقیه مبل بعد مینی آدم چون که خب به آیکیا اعتماد داره به خودم شک کرده بودم پنجه بودم که ده. نکنه اصلا کوشانش نمی اومد میتونه اینقدر گرون باشه بدون <applause> <applause> کوش اصلا میشه اگه میشه بودم که خب شاید توی این در واقع پارچه هایی که هست شاید ابری توش داره باز میشه نه 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 ابر داره دیگه همینه اینقدر بچه میشه سم میگفتم این خیلی گفتم خب اصلا گیریم که اینم ابراش اینطوریه این چه رقه پایینه یعنی از تو باید صحبتی هم روزی که میخواستم بگیرم داشتم فرد صحبت میکردم گفتم که من دوست نرم مبل ارتفاع مثلا پایاش خیلی زیاد باشه از ساعت زنی گفتم من دوست دارم پایین باشه ولی یه کامل رو زمینه یعنی من بخوام بشینم پام فقط باید دراز باشه یعنی نمیتونه که پام رو زمین باشه بعد دیگه یواش یواش با فرزاد که صحبت کردیم این که نه واقعا مثل که اشتباه اومده برشم هم نه دیگه زنگ زدم گفتن که مثلا یک شنبه میفرستیم مگه جمعه بوده و اینا ولی از آیکیا بعیده یعنی آیکیا اینقدر همیشه دقیق و منظم و آخه میدونی شیپینگشون با خودشون نیست از یه کمپانی سوم استفاده میکنن آره و اون شاید این اشتباه کرده نمیدونم حالا به بعد واقعا اونقدر بزرگ بود که تو شود. شود. این در تو ماشین جا نمیشد نمیشد این تو <applause> ماشین جا نمیشد اون جعبه البته نه. خب ما این میز آوردیم دیگه ولی از این بزرگتره آره نه. جعبش از این بزرگتره و این خب نازک بود ما تونستیم بودیم وسط ردش کنیم بچسبونیش از شیشه عقب به شیشه جلو یعنی ولی این پهنتر داره کستینگ بهش میاد بعد و بعدم یه چیک دیگه ای ما زدیم دیروز دیروز پار از داره ما دیروز به خاطر اینکه خب آسانسور که بوک نکرده بودیم آه. برای چون اینجا برای اینکه بخواین تو آپارتمان اگر که بخواین در حساب کشی بکنید باید یه هزینه ای رو پرداخت بکنید نه حالا کسی یاری <applause> بعد یه هزینه رو پرداخت بکنید و مثلا یه ناسانسور ها رو برای شما رزرو میکنه که بتونید ازش استفاده بکنید و اینا ولی خب اگه تعداد مثلا وسایلی که دارید میبرید یه دونه تخت و این آره زیاد نیاز نیست و خب من یه تخت داشتم از قبل که خب موقعی که ما در بزرگم اینا اومده بودن اسمبل کرده بودیم برایشون داشتن استفاده میکردن اینا بعد ما تصمیم گرفتیم که خب این تخته رو باز کنیم ببریم ولی چون که خب آدمایی هستیم که اصلا حسن نداشتیم کل این تخت رو باز کنیم ببریم گفتیم که میکنیمش دو تا قسمت یه ال از این بر میبریم یه ال از اون فرزاد که میدونیم استاد تخته یعنی حالا اینو نمی‌دونه که رئیس چی مهارت داری تخت استاد تخت به ایمان گفت از سال گذشته نزدیک 6 تا تخت بس او از اون واسه فکر کردم بعد دیگه ما اینو دلیل داشته دیگه پنج تاش باز شده که در دو قسمت برمدنم. بردیم این تخت رو و خیلی عجیب بود یعنی مثلا یه تیکه بزرگ سخته. دو تا ال بردیم دو تا ال بردیم, ال بردیم و سریعش اصلا آره خب بعد وسطش کار درستی نیست ولی خب ما داریم میگه اصلا اما خب. از افیشنس ولی واقعا افیشنس آره دو سه دیدیم تو آسانسور اینت بودن که what the fuck ولی وسطاش یعنی خیلی سریع انجام شد دیگه سریع تخت به پایین منتقل شد الان پایین فقط یه تخت یه تخت یه تخت میشه اونجا آره آره دیگه دوربیناش هم هست اینجا وسایل بردیم و میگم ولی هیچ چیز دیگه ای نیست یعنی نه چیزی الان پولش هست که بخوام بتونم بخرم نه هست که بخوام بیارم لینک دونیت بزنم. آره لینک دونیت هست که گذاشتیم پایین برای اینکه ایمان بتونه خونهش رو فرنیش بکنه ایمان توی دینالی بود که اونجا آره موف بکنه بعد فهمیدم که از این آدمایی که سر... یه ذره طول میکشه جا بیفته تو جای جدید بعد میگفت که نمیخواست تخت و اینا رو بیاریم اصلا نمیخواست موف کنه <تصفح> میگفت نه نه من آخه دیدم کوچه درست نشد اینطور بودم که خب حالا بذار بعدا یه موقعی که درست شد آره فعلا من بالا زندگی کنم بعد آخه مشکل اینه که واقعا مثلا الان دیگه پایین فقط یه تخته یعنی نه تلویزیونی هست نه هیچی نیست اسپیکر, اسپیکر و... حالا آوردم ولی فقط فقط, <تصف> فقط <تصف> 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 یه تخته <مت toys> و مثلا چه میدونم هنوز مثلا از این حمامش اسپیکر باشه حمامش که بعد وانه مثلا با پرده بذاری اینا پرده نیست یعنی من پرده دارم جدی می پرده واقعا مرد واقعا برگشتیم به راهنمایی بچه‌ها با چه افتخاری برگشتی بیگه من پردارم هم اپیزود موضوع محور نیست اپیزود های دوبه دیگه خرم شده موضوع محور نهاشه دیگه یعنی بچه همینو همین میخوان حالا اون که موضوع مهور بگوچی بخار احسال و استفاق داشت حرف میزد آره حالا چرنگی هست تره نه خیلی شکر دولفین چند؟ دولفین بابا با پل 20 دلار از آیکیو بخرید دیگه نه, نه، ارزونتره اول, اول که اول که فردش. آیکیو دور از من یعنی واقعا اصلا میخوام همه زمین بگو تو دلیوری دیارم دیارم فردات بذارن دیگه میتونه گم میکنه نه امروز باید باید باشه کامل خیست شده چشاش چون پرده نفهمیدم بعد چی گفتم بعد فهمیدم چی گفتم بعده ولی حالا حال اکس بفرستید لطفا نه پرده شیکی امیدوارم که خوش و حال یعنی هیچ چیز داشتم اینو انفسایز میکردم در این تاکید میکردم که هیچ چیزی تو خونه نیست و چون هیچی نیست خیلی هم سرده استخون <تصح> خونه سرده آره استخون خونه هنوز گرم نشه و صدا میپیچه خوب اسپیکر هست <تصح> آره اسپیکر تمیزی که هست ولی با حال دوست دوست داری این حسو ببین حسه رو که زندگی, زندگی کردن رو. نه اینکه خب یه مدت خیلی جای جای مدیدی بود که خب آدم جای شخصی خودش رو نداشت م. و منم خب از چه میدونم از چهارده سالگی دیگه نه نه واقعا مستقل شدنم فکر کنم از 2000... 2016 بود دیگه 2016 دیگه تنها زندگی کرده بودم سخته آدم بهزی عادت میکنه حالا من نمیگم که همه واقعا تنها بکنن اگه میشه تجربه باحالیه و من به اون عادت کرده بودم یوش یوش حالا داره, داره دارم جا میفتم دیگه توی اون مکان جدید اون آره چیزایی که توی اون خونه هست واقعا الان آن یعنی چیزایی که بردم و وجود داشت تزمینیت بیشتر آره مثلا آره رفته بودیم طبق بالا خونه پدر مادر ایمان عین دزدا ما گفت اینم بیارم گفتم هرچی هست بیار <تصفيق> <تصفيق> نه نگو آره آخه مثلا یه مقدار زیادیش واسه بودی که خودم خریدم ولی خود تو خونه داره استفاده میشه <applause> <Yeah. Claim صفيق> آقا کلیم کردی آره ما اونارو کلیم کردیم اون نه دیگه اون اون اونه دیگه با هم چیز شده. کردن اونو بابام دیگه تغییر کاربری داده اه... دیگه فکر دریلش کرد تو زنه اسم <تصفح> پدر آقا ایمان اومد من... آره. خال... من بگو دیگه رفتم من از من آزادت بعد از بعد به ورود مشخص بود که اینجا تف... تفاوت داره این اون خونه نیست که من زوق دارم اونجا ببینم یعنی بعد... تو رو خدا اینو دعوت کنید داشتیم یه چیزی جابجا میکردیم بیودم گوشه اتاق به بالای دیوار یه چیز الکترونیکی و ساعت داره و اینا تو برقم هست یعنی همه چی آماده بود گفتم ایما این چیه گفت بیا تو در بس یه یعنی کمی تاریک شد یه حالت لیزری بود که تاریک میشه ساعت رو ریفلکت میکنه نه رو دیوار رو آره هر جایی جای جای این یه ادیشنی بود که شما نیدید من دیدم من دیدم و این این چیز بود این قبلا روی مثلا میستوالت بود ولی الان براش <laughs> پریز تعبیه شده توی دیوار بالا اون <applause> <applause> پریز آره پریز خود که سیم نیاد روی آره آره اصلا. بعد پریز میشه زد اصلا گفت بازم میخوای برق مستقیم کجا از جای دیگه <applause> برق بگیم میتون آره همش هم چیزا یعنی چیز مجوزش گرفتن هم. آها مجوز گرفتن با. نه من دارم. خب از که نگرفتن ایمان موظف شد نه ولی فکر نکنم بخوای برای اینکه تو خونه خودت پریز بکشی بعد مج... یه دونه پریز طبق تجربیات نه شما بیزینس ما, ما چک میکنیم چیز. ممکنه حس کنیم این قسمت رو. نه نه این چه شوخی بعد گفت که گفت بازم میخوای ببینی ادیشنال جو گفتم بله اومدم همشو ببینم بعد در اون کمدی هست که لب ماشین لباس شوی اینا اگه تو کجا بود بله در شو... که لباس آه آها کناراش پسونه که باز کردیم چراغ هم باش روشن شد یعنی یه سری چراغ اونجا هم چراغ کشیدن با چراخ سنسور اصلا من یه مونده بودم از تو دوباره هیچ سیمی نیست سی ام... بعد گفت من دیگه فکرم این دیگه تموم شد یه لحظه به ما ساعت تو خونتون زیاده ساعت آنالوگ زیاد بود یکی اینجا و یکی اینجا بود علاقه به ساعت در خانواده گفت وایس یو الکسا رو صدا کرد گفت الکسا 20 سکندز یا تایمر 20 بعد دیدیم این ساعت آنالوگ اصلا بهش نمی اومد دیجیتال شد و شروع کرد 20 ثانیه رو کم کردن یه من اصلا اونجا و شروع بوق اونجا خونه کاملا دیجیتاله یعنی میدونید که بعد ایمان من جان پسر کی هست بعد من حالا خب خیلی وقت خود اونجا زندگی نکردم مثلا شام یه شام میرفتم یه ناهار میرفتم و اینا مدت زیاد و اونجا سپری نکردم چند روز پیش خوابیده بودم روی مبل دیدم اصلا کار جای من تو خونه رو مبل جل تلویزیون همه جا رو مبل نه اصلا رو تخت و اینا اصلا نمیتونم بخوابم غریبی میکنم با تخت الان مشکل همینه خونه مبل تخت آره خوابیده بودم یهو دیدم الکسا گفتش که موشن دیتکتر ات دی فرانت دور تو دیدم کدوم موشن اصلا چه دیتکشنی فهمیدم که وصله به در خونه تو توی استرالیا موشن اگر که <applause> اونجا اتفاق بیفته نوتیفیکیشن میده و اینا میبینن که مثلا کیه کیه و چی و چجوریه آره خیلی <applause> داخل چیز <فونه> همینم <applause> <دول> هست <applause> نه 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 <applause> ولی چیزو اتاقم بود دیگه که میگفتی اینجا مگه آره اتاق اتاقی بود که ایمان قبلا توش استریم میکرد و همین شلفا رو زده بودیم اونجا بعد خیلی خوب سوراخ شده بود اون دیوار من به ایمان گفتم دیوار رو رنگ کردی دیگه هیچ مثلا پرفکت بود گفت نه بابام پچش کرده یه جوری پدر اینو پچ کرده بودن بکنم تمام شم... الان اتاق تمام دیواری که منو فراد تلاش کردم مانیتور تمام واکینگ کلازت ها رو هم اونجا چرا چرا آره ده برابر تعداد سوراخ لازم ما مجبورشون دیوار رو سوراخ کنیم چون الان باید پچ کنن بابات بعد ماشین اسپورت کنن بیام چیزی که هست استانداردی که بابای من توی اینستال کردن و حالا نصب کردن چیزهای مختلف داره خیلی بالاست یعنی ما چند مدت، چند بار این حالا صحبت فکرم توی خود هم انجام دادیم بله. استاندارد و من عجیب بالاست و از همم هم انتظار همچین استانداردی دارن یعنی موقعی که داشت این چیزا دیس اسمبل میشد اوه بود که اینطور بودن باید. که مثلا چرا این نیم درجه کجه مگه شما... میتونه اینو کج بزنه مگه شما مثلا تراز نداشتین چجوری <applause> 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 چرا تراز داشتین ولی زیاد حوصله نداشتیم. باهم اینجا بیان که بنده خدا مطمئنا دورش سکته میکنه یعنی <applause> <applause> بیا اینا که مثلا چیزه تیلتر رو به پایین یعنی توپ بزای روش خیلی یا پایین بله خب دیگه کاریش هم دیگه <تصفح> حالا من برای مثلا برای خونه تلویزیون ها نمیخوام بخرم تا با بیان که خودشون نصب کنن چون که اگر... تلویزیون خونه اون بالا رو اصلا جوری زدن که اون تلویزیون که میدونی سیما ما تو کار ممون، شده همون همون یعنی تو... مطمئنم تو پرزنتیشن سنتر یه خونه یه که ما یاد بگیریم سیما تو <تصفح> من الان بعد این پروژه کار نا سختیه ها ببین کار چیزیه دیگه کار صبر و, و حوصله میخواد یه مارم باید بندازی توش دیگه که بستگی داره به دیوارش و اینکه چقدر اون دوتا تا با هم فاصله داشته باشن <تصف> اگه یکی مستقیم, مستقیم پایین باشه نه زیاد نیازی نداره ولی بالا پلاک خورده سیما میره تو پلاک از پایین دوباره تو پلاک در شیک یعنی مهندس شده و یه سری لباس هم برده بودیم که خونه جدید داشت کمدش رو درست میکردین ها بعد او او بزرگه واکینگ کلازت پیش میگن اینجا بعد هی ای نگاه میکنه ایمان گفت این اینجا اینقدر بزرگه کاش یه پریز گذاشته بودن مثلا آدم یه چیزی میخواد شارژ کنه من برگشتم برگشتم نگاه گفتم میدونی باید به کی زنگ کار با هم بیان احتمالا یه دن میکشیم و <laughs> صابخونه متوجه نمیشه سخت در یه جوری تو کار میشه عالیه آره خلاصه اینم از داستان رو بریم سر افزادمون Thank سلام اینجا یه پادکست ای خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 برای کسایی که بار اول میشنون کارون فرهاد من که ایمانم ایشون هم فرزاده کسی که اول سلام کرد کارون دوم فرهاد و سخرم فرزاد بوده برگشتیم با بزرگ 322 امون هفته فکر کنم دهم هفته ده هم، این هفته معمولا اپیزود هایی که پنجشنبه پخش میشن گفتگو مهفرن در مورد هفته همون صحبت میکنیم میگیم میخندیم موضوع خاصی شاید نداشته باشن این هم یکی از اون اپیزود هاست. اگر که پری اپیزود رو نشیدین در مورد اصاب کشیه موفق و... نه نیمه موفق و سیم کشی از سیم کشی تو صحبت کردیم و کستینگ یه کاتگوری است که, که به مسیج بزنه. آره براتون لینکشو میفرسته بازک قرار خونه ایمانم انجام بشه آره الان یه دل گوگل شیته که باید پر بکنید برامون از تجربیاتتون بگید و اه, بهتون تایم بیدیم که تشریف بیارید برای کستینگ ببخشیم نه تا... تو نه تو بگو تو تاعت... تصویر من اومدم الان آه... که اومدم ماشین رو پارک بکنم از بین یه سری خب ماشین و موتور باید میگذشتم تا بیام به مکان آه... پارک ماشین برسم یه لحظه که رد شدم یه چیز عجیبی دیدم حالا اون آشنا بود تقریبا اون عکسی که دیدم حالا اینو میدیم که میلاد زحمتش بکشه بذاره رو تصویر ماشین رو که پارک کردم گفتم بذار ببرم ببینم اون چیزی که دیدم همون بوده یا نه بعد دیدم همون بوده یه اسکوتر بود پلاک پشتش با همون فونت زرد نوشته بود فیک تاکسی قشنگ بود آبی و اینا بود موتوره؟ اسکوتر بود اسکوتر برقی بود و بر دور تا دورش حالا برنده وبسایت های دیگه و اینا وبسایت های مرتبط مرتبط بله فکر می کنم که ایشون گفتی با همون رنگ ز آها آه الان فهمیدم فکر کنم رنگ ز بله بله داون دیگه از اینجا بعد <laughs> خب <laughs> <laughs> ای موتور <laughs> <laughs> جوری شروع کرد دیگه داون هیل ما شاهدات هم خیلی هم کیوت بود چیزه ولی <laughs> با همون رنگ زرد با همون حالا که داریم در مورد این چیزا صحبت می‌کنیم <تصالح> من در <ده تصالح> مورد هیزی صحبت کنم آه, یه چیز یه تیر غیبی به ما خورد از 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 بابت هیزی که داشتم انجام می‌دادم هیزی نبود واقعا اد، ادمایر کردم بود <تصالح> من, من چند روز پیش شاید مثلا هفته پیش داشتم چیز میکردم سوار موتور بودم و اینا بعد با میرفتم یه جلسه میکنم. یه ذره زود رسیدم دیدم پم بنزین هست و میخواستم من بنزین بزنم و بعد خب برای بنزین زن رو موتور قاعده اصلیش اینه که تا رو موتور پیاده شی مثلا بنزین بزنی ولی من معمولا همونطوری که نشستم رو موتور خاموش میکنم و بنزین میزنم بعد دیدم که یه ماشین نیسان Z370 یه رنگ خیلی عجیبه مثلا ریفلکتیوه یه رنگی بود که مثلا دیدی تو نور مثلا رنگ عوض میشه یه برق خاصی داره و ای بانوی هم توش نشسته بود و موجهند. اون ته چیز بود ته پومنزینه بود آره برام جالب بود بعد فرمونش هم اونور یعنی فرمون این 37 دادم اونورش بود این خیلی دیگه بیشتر نظر منو جلب کرد من فرمونه هم... خیلی نه دیدم نشت. که ماشینه داره حرکت میکنه ولی کسی چون که توش هم درست نمیدیدم دیدم ماشینه داره حرکت میکنه ولی کسی این سمتش نیست فقط یه دختر اون ور نشسته. بعد من هم داشتم بنزین میزدم و اینا خب مثلا موقعیم که روی این موتور جدید می میشین یه روخی میگیری دیگه احساس میکنی دیگه مثلا دنیا رو دیگه فت کردی و مثلا خفنی و اینا این دختری داشت از کنار من رد میشد و من هم هلمت روی سرم بود یا هنگی هم داشت پخش میشد و اینا درست نمیشنیدم حالا هم نمی دقیقا چی داشت پخش میشد این خانومه که داشت رد میشد از کنار من من رخ گرفته بودم و داشتم بنزین میزدم باش ششم بعد این دیگه خیلی عجیب داشت من نگاه میکرد و رد میشد اینطوری بودم که دیگه مثلا به خود مغرور میشین خب داشت من نگاه میکرد چه سیست خفنی داره و موتور و اینا سرمو برگردونم دیدم بنزین هم داره سر داره از تمام قسمت های باک داره میریز پایین و این به این هم که این داشت میگو اینجا اسکولیه داره بنزینش بنزین خدا, و و خدا تومن پای... آره خدا بنزین تومن. خیلی گرونه مثلا عجیب داش میریخت و اینا سوپر و من به این نتیجه رسیدم که واقعا چوب خدا صدا نداره ولی بلنم... بوی خیلی بدی داره یعنی بوی خوبی داره وقتی که قرار تو جلسه آه. بعد از او و تمام هیکل آره، همه شده همه باشه آره خیلی بعد حالا من نگران رنگ بودم چون که با خیلی حساب میکردم حالا فراد امروز اشاره کرد یه اشتباه... اشتباه بود که من میکردم اگر که بنزین بریزه روی کلیر کوت اگر رنگتون براق باشه ممکن اذیت بکنه رنگ ممکنه معمولی اون... یعنی. آره معمولی آه. ممکنه که اون در واقع اون رن... اون کلیر کوت و اون شاینی بودنش از بین ببره ولی به خاطر که رنگ... رنگ که من دارم ماته شاید اونقدر صدمه نزنه ولی اونجا دیگه داشتم با مثلا بطری آب و اینا تمیز میکردم خلاصه این توی خاک تو سر یه بنزین بزنید مثلا یه رو دیر رسیدم به اون جلسه ای که زود که زود داره, داره. کدوم پام بنزین بنزین زدی سر چی سر مارینو کپیلانو آها. پترو کانادا دو بار این اتفاق من افتاده نه اونجا نه اونجا ولی دو بار برام اتفاق افتاده که یه بارم رو ماشین بود که زاد بولوس نمیدونم باعت... آخه با... م... مگه چیز نیست مگه قانون نیست چرا؟ چرا؟ این حالا میخواستم به هم موقع دیدی شیر میشیم میخواستم برام یورون بزن... اتن چیز کسی که پم بنزین مثلا داره اداره آه. میکنه یه فوش بهش بدم و اینا ولی دیگه بی شدم دیرم شده بود ولی آره بنزین گرون عجیب بد درد داره آره. کمتر باید ادمایر کنی دیگه آره دیگه ماشین های خوب سوار نشید ماشین های خوب سوار شید داستان میشه برای بچه ها تو چه خواه فرزا تو تفته چطور تو تو بگو تا آن دارم دوباره برم تصویر رو دارم هفته آره خورشید پشتش به ما بود الان دیگه جلوش به ماست کارون یه صحبت کرد اپیزود قبل در مورد این بود که همیشه یه سری اصطلاحات اشتباه ما داریم و تو شرایط بعد شاید به اینکه بهش با فکر نکردیم فامیشون لباس <تصفح> که تو اتاق ایمان تلمبار شده ایمان بهمون چیز داده میدونید که <تصفح> خیلی رختاویز خیلی رخت و داده و من فقط استفاده میکنم شما دو تا هنوز میام میندازیم که من زمین من سیویلایز نیست چی رختاویز کجا اون دم در چوب لباسی چندین تو بودی میگفتی چوب لباسی اشتباهه رخت آویز ما من میگفتم رخت آویز شما بودی چوب لباسی چوب لباسی دیگه اینجا کامنت بذارید ببینید کدوم درست خب آره لفظایی که به اشتباه میگیم تو شرایط حالا سخت به رخت آویز به شخص دیگه که حالا تو اون شرایطه من این هفته پیش تو یکی از این شرایطه بودم یه بند خدایی که حالا به طریقی باش آشنا شده بودم دو زد به خونش اینجا آره یه بچه دبیرستانی گرید دوازدهی ای، که اینترنشنال اومده بود از ایران اینجا بند خدا آه ایرانی بودن آره آره اوکی. خو... قسم... توی زیرزمینی خونه ای رو رنت کرده بود و بالا به خاطر اینکه حالا خالی بود و کلا محله هم یه ذره دور افتاده بود و اینا دوز زده بود و البته خودش خونه نبود و خیلی از این بند خدا پاسپورت و پول و ایوه حتی ایوه به بابا. به غذای توی آشپزخونه توی یخچالش هم رحم نکرد ایرانی ها میگن آشنا گوش بعد خب من یک چند ساعت بعد این اتفاق رسیدم خودش هم اونجا بود خیلی حالا شوک شده بود اصلا حالش خیلی بد خیلی سخت طبیعیه بعد پدر مادرش زنگ زده بودن از ایران و بابا میخواست خب آروم کنه پسر رو که آروم نمیشد یعنی هرچی به ایشو این آروم نمیشد خب شک بود شک باید بگذره بعد یه لحظه در اومد گفت بف... فدا سرت یعنی این میگفت که من اینقدر دلار ازم بردن اینقدر یورو بردن فلان پاس هم بردن یه لحظه گفت فدا سرت ببین پسر قاتی که پسر معدب و چیز هم بود مشخص بود که حالا پدر خودش پدر خودش شروع کرد شم... <تصفح> تو عصبانیت فوش دادن به بابا یه سری که مثلا این الان حالم خوب نیست ف... به من نگو فدا سرت کاملا منطقی بود یعنی اون ریاکشنی که ام... چیز کرد نشون داد خیلی جالب بود و عین همین کارون که گفت تو شرایط خاص مثلا این سری کلامات واقعا همینه فرشی باید... که داد میگوی کاملا منطقی بود ریاکشنی که نشون داد ناراحتی که من من الان تو شوکم خیلی ناراحتم حالا آره، دوست ندارم اینو آره منو آروم کن اینجوری امپاتی نداشته باش سیمپاتی داشته آره این این از این که عجیب بود و خیلی ناراحت کننده بود بعد خدا تو زدن هفته چطور بوده؟ هفته هم خوب بود یه اتفاق برای خودم افتاد که نگفتم فرات گفتم سرم محکم خورد زیر اوپن و به خاطر اینکه آدم حواس پرت هستم کلا چرا زیر اوپن چیکار میکردی؟ داشتم جارو می‌کشیدم و فکر حرکت بعدین بودم کاری <تصفح> که بعد بعد اون اونجا می‌خواستم فکر لباس تو لباس شویی کرده بود فرزا و تا کمر تو لباس شویی اینجا... بود <تصفح> بچا دارن کاتگوری‌های دمبل دارن بعد سرم بد خورد خود کلو اینجا مثلا اینجا زخم شده بود حالا بهتر شد بعد به خاطر اینکه اخیرا تو خانواده ضربه مغزی یکی از افراد خانواده مشکلات داشتن و اینا من خیلی این تو ذهنم بود و کلا چون تو, تو, <تصفح> <تصفح> تو... <تصفح> <تصفح> تو, روال نرمال خیلی شده بود که ضربه به سرمون بخوره اینا میشستیم و یه کمی اوکی میشد میرفتیم زیاد بازی فکر نمیکرد چون آره جون این اتفاق افتاده بود ما یه کمی چیز شدیم زنگ زدیم یه شماره هست اینجا شماره ایترانه نیست آره با, با میتونی با ها. پرستار صحبت کنی یه بعضی موقع دکتر هم دارن روی کال بعد یه سری اسسمنت میپرسه روی تلفن میگه <laughs> یه سوالش این بود سوالش پشت گوشت الان ورم داره قرمز یا نه بعد من پشت <laughs> گوشم <laughs> و مهتاب چک کرد گفتم نگو بعد ازش اگه من تنها بودم چی گفت اگه تنها بودی الان بهتون گفتم بر بیا بیمارستان گفتم فقط برای پشت گوش گفت آره بعد این به جای رسید به ما گفت که <applause> <applause> من چون خود سرم باد کرده بود میگفت اگه پیشونی اینا بود اوکی بود اگه پیشونی باد کنه ولی سر رو باید بری چک کنی آه. اگه خودت بعد ما رفتیم خیلی اتفاق سه شنبه شب بود این اتفاق از وقتی که رفتیم توی همون امرجنس رومی که ایمانم هفته پیش گفت و اومدیم بیرون چهل دقیقه طول کشید یعنی تو تاریخ فکر کنم رکورد زدم اینجوری که سریع منو رجیستر کردن اینطوری اینطوری به هم پاس دادن ولی به سیویریتی هم رستگی داره که چقدر شدت مشکلی که دارید چقدر میتونه خطرناک باشه حالا ش... اگر که چم اگه شکسته بود شاید دو سه ساعته رو آره ولی کلا در... اون شب خیلی خلوت بود و من اینطوری بودم میخواستم به همه زنگ بزنم بگم امشب دیاجه دارید دیاستان خلوته عالیه ولی واقعا سیستم پزشکی اینجا افتضاحه بله. افتضاح در این سیستم پزشکی دنیا رو واقعا حالا مجانی هست ولی یکی از بدترین سرویس ها رو دارن ارائه میدن ما این مشکلی بود که حالا یه مدت درگیرشیم اینا برای یکی از اقوام و اینطوری که دکتره میگه که این مثلا مشکل و طرف داره دکتره میگه چیزی نیست منم نگرانش نیستم ولی این مشکل همطوری ادامه, ج... ادامه داره خب یعنی چیه؟ یکی دلیل بگه چرا این اتفاق میفته مثلا چجوری میشه درمانش کرد آیا نمیدونن. خب همون دیگه این نه ولی بعد از همین که نمیدونن یعنی کاری هم براش انجام نمیشه یعنی سعی هم نمیشه که بفهمنش ایمیدون. میشه توی ایران اگه بود داره. یا هر جای دیگه بود آره توی هر جای دیگه بود شاید مثلا ده تا تست دیگه انجام میدادن چه میدونم یه،, یه حرکتی حداقل برای دلخوشی تو انجام میداد اینطوری میگه که نمیدونم نه میگه که من نگران نیستم میگه درسته تو به عنوان دکتر نگران نیستی ولی من به عنوان مریض نگرانم میدونی بعد بعدش اگه توان مالیش هم داشته باشی و بخوای مثلا از جیب خرج بکنین اینا اونقدر امکانات خصوصی هم نیست که بتونی یعنی حسا ولی اونقدری ایمی ببین ایمیدی به صورت خیلی سریع در دسترس نیست مگه اینکه عقب فکرشو کرده باشی مثلا یه سری سرویس های پزشکی هستن که تو میتونی بری ثبت نام کنی سالیانه مثلا دو سه هزار دلار پول بدی فقط برای اینکه ثبت نام باشی و بعد هر دفعه که میری پول بدی و بعد مثلا کار خوسته انجام بدی ولی خب آدم به صورت معمولی که به همچین چیزی فکر نمیکنه فکر نمی کنه که من قراره توی سال آینده مثلا یه مریضی بگیرم پس برم رجیستر بکنم بعد دو هزار دلار پولم خب عددیه عددی, خب عددی برای خودش آدم که همطوری دو هزار دلارش نمیاد بده که برای ممکن اتفاقی که بیفته که سالی دو هزار دلاره سالی دو هزار دلاره که فقط رجیستر باشی اونجا م. و بعد هر دکتری که میری و پول بدی اونم آن آره یعنی این فقط برای اس نوشتن سالی دو سه حالا من این چیزی که دارم میگم برای سه سال پیشه شاید از اون موقع تا الان عدده عوض کرده باشه چون رب نداره ولی آره سیستم پزشکی اینجا واقعا اذیت کننده است حالا چه برای کسایی که خیلی پول دارن چه برای کسایی که واقعا حالا توانای مالی ندارن درست مجانیه ولی اصلا سرویسی که میخوای رو نمیگیری هیچ وقت تا بیای بگیری دیره بعدم همین حالا چیزی که فرزاد میگفت توی تاریخ توی از مدت زمانی که من کار که 2008 اولین باره میشتم که زیر سه ساعت اونجا بوده ما یکی از فامیلامون شب سال شب سال دقیق اید سبزی پلو با ماهی میخورن ماهی تیغش گیر میکنه توی گلو طرف <tokusim2> و آه. تیغه تو گلو بوده 6 ساعت اونجا بودن تا تیغه رو در آوردن براش آه. این دیگه فکر کنم چیز دیگه جونت برضو. به خطر افتاده است دیگه وقتی که حالت خفگی داری و تیغ توی گلوت گیر کرده <تص line> برام ما اتفاق افتاده یه تکنیک هست که میان یه نونو یه جا بخوری آها آره نون زیاد تو بخوری یه تکنیک هم از پایین میزدن از دهن در بیاد آره اون چی اسم اون تکنیکی آره یه ذره سخته تو کستینگ اتفاق میفته تو حالیا بالا باید بزنی بره پای پایین خیلی داون هیل بحث کستینگ شد سایت سایت این سایت پورن هاب هست که خب خیلی هر سال ولی ما چیزی که انتظار داشتیم شنیدیم هر سال میاد یه ریپورتی میده از سرچایی که شده و هر ایالتی مثلا بیشترین سرچی که کردن چی بوده اونه اون کیورد اون عبارت کی او 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 که همیشه بیشترین سرچ رو داشته بعد اه... یه سری ایالت های آمریکا بودن که مثلا این تاپ این دوتا تاپ ترین کلماتی بود که سرچ کرده بودن یکیشون نود لیدیز بود و یکیشون لیدیز وید بیگ مثلا سینه های بزرگ میمه بعد اون که داشت چیز میکرد دیمار تایز شدیم اون کس که داشت رو تحلیل میکرد پولی که در میاره <تصف> اون سی دلاری که از هر اپیزود در میاریم دیگه اینجا در نیاد <تصف> میگفتش معلوم یه سری جوان تازه ولوق رسیده تو این تو این ایالت ها بوده همه نود لیدی مثلا دیگه آخه آخه میدونی یه ذره دوزیه چون وقتی رفتی تو اون وبسایت دیگه همین دیگه, بیشتر تو, نه نه تو دیگه مینیموم چه نوزله یعنی دیگه تو مینیموم که نه میری هر چیزی که سرچ بکنی نودلیدی میاد و اون کار میری شادم خلاصه فراد فراح این, این کار رو با ما کردیم الان دوباره فهم فا... حالا که بحث کسی چون میدیگی شرطی هم به کسی نداشت این چیزی نداشت دوباره بهونه آره دوباره بهونه است که بحث بکشه به این آقا دیروز من بالاخره توی یک محیطی قرار گرفتم که چند نفر رو که نمیشناختم اونا خود کس رو میشناختن آه. و آه. و دوباره امید درخشید آره امید که امید جون عزیزم فرزاد رو توی رویت کرده سوپر خفت کرده بود می <applause> <applause> آره بود. من دیشب دیدمش شد یه مهمونی و کلی صحبت کردیم خیلی بچه بچه‌باله بود راجبه یه سری درد مشترک حرف زدیم خیلی حال داد میدونی که این درد مشترک هرگز جدا آره. جدا یه چیزایی من تو سری از اپیزود گفته بودم امید همزاد پنداری باش کرده بود میدونی که چی جالبه اینکه من مثلا فکر کنم بیشترین صحبت و تابحال تو مجازی با امید داشتم ولی هیچ وقت نیدمش شما که تابحال با صحبت نکرده بودین چقدر فایده ما خیلی هم مثلا تلاش کردیم که همدیگه رو ببینیم بعد برای من کار پیش شما برای اون کار پیش اومد مثلا کنسل شد قرار نهار بریم بیرون چندین بارم گفته بود که با بچهای بریم بیرون و اینا و آره. حالا من شماش گرفتم دیگر از, دیگر. از چی میگن اون از سمت من بوده اون کوتاهی. کوتاهی آره کوتاهی از سمت من بوده شرمنده آره. ولی آره خیلی پسر گل خوبیه قرار بودم بنف بریم با اینکه خونش بنف نیست ولی قرار بود که بنف بریم اصلا ویلا آلبرتا بود گل آره گفت کلگری آره کلگری بود آره ها؟ ها؟ کلگری بود ولی ما قرار بود که بریم بنف خونش ولی اصلا خونش بنف آره حالا اون اومده آره باحال خیلی جالب بود که کی یه نفر تو رو به یک بعد از چند سال چهار سال ما هر وقت میگفتیم تو میگفتیم ما هر وقت میگفتیم تو رفتی جیش کنیم فرسا چون اگه میشه رفت کیک بخوره <applause> خب چیش داره ایشون چطور بود؟ خوب <applause> نه صحبت با سید یه شنونده تا به حال اتفاق نیفتاده بود برات چرا چند بار شنونده ما توی یه محیطی بودیم؟, بودیم یه بار اصلا به همین واسطه پادکست دعوت شده بودیم بعد چرا ما دعوت نشده بودیم شما شده بودید شما ما نیومدیم ادای تنگا جلد سوم میدونی که فکر کنم خودشم بعدش ریگرت کرد که رفت ولی حالا من دوست دارم امور فاتی امور فاتی, آه، فاتی. آه. من من, من اینو نبودید آه, آه، چرا اینو بودی آره عزیزی به ما نزدیک شدن و گفتن که آره من پادکستتون رو گوش شدم به به خیلی خوب ولی خوشم نیومد چرا منو میگی <تصفح> اونجا خب نه یا بگو اصلا به من نه خب ك... بازم کردیشو داشت اومده گفته من دوست نداشتم ببین میدونی بعضیا دنبال اینن که تو مجابشون بکنی که دوست بدارن می یعنی دنبال اون اینتراکشن است ولی نمیدونن که قفلت هست که ما فقط با یعنی اگه دوست نداشتین خب دوست نداشتین دیگه اگه دوست هم داشتین دمتون دیم داشت گرم مرسی برای شما داره تولید میشه ببین چی اومده کسایی که چیز داشتیم بینن... تو بشین تو بشین کیک ببین. اومد از عالم غیب اصلا انتظارش نداشتیم بذار دوربین بگیره دیگه وسط بذار بذار دوربین دوربین میگیره همونجا میگیره دوربین وسط بگید برای آدیو بگید آدیو بخش پشم آره. که تو... گرفته پشم چی؟ پشم یکی از بچه آه یک تولد اه... کیکی رو داریم کیکی استایل کیک بی بی یکم این ما با فکر گرفتیم آره بعد رفتیم صبح بگیریم خانم بهش گفتم که میتونی برای چیزی بنویسی گفتش که نه آیسینگ اون تمام شده خدا شکر هم کار ما راحت کردیم هم کار خودت با شم زره هم یاری کسایی که نمیدونن هفته گذشته البته میدونید دیگه اگه اینستاگرام ما رو فالو کنید و استوری رو ببینید که واقعا ببینید تولد کارون بود کارون وارد شد به <applause> دهه ده ده چهارم زندگی. <applause> یعنی می میتونی بدترین مدلی که میتونی بگی دهه چهارم نه مثلا از سی سالگی نه دهه چهارم <applause> و اگر که 20 سال دیگه هم بری میشه 50 سالت اینم بده <applause> خیلی نزدیکی یعنی تا اینجا که نفهمیدی چی شد بقیهش مطمئنا مطمئنن نمیفهمید آره نفهمیدی چشم ولی تغییری تو خود احساس کردی پیرترین کمردردی درد جدیدی بهت وارد شده من چونم نزدیک میشم یه درد عجیبی توی گردن و کتفم هست یه چند روزیه و داره همطوری بیشتر میشه میترسم داری به پیشوازش حالا که بحث حالا که بحث کاستینگ شد نه خوشبختم من تو گفتم دیروز به فرادم گفتم به چند نفر دیگه هم گفتم من چون 25 6 سالگی این عضله پام پاره شد بعد خیلی دردای جانبی داشت که پا خودش که هیچی کمر و اینا بود بعد اون به بعد درد کمتر شده خب یعنی من وضع فیزیکی بدتر نشده هم. سن که بالاتر میره داره بهتر میشه. برای همین از اون لحاظ مشکل آره. بعدم خوبه دیگه میکن. سی سالت که میشه دیگه راحته. همیشه یه بهونه ای داری. مثلا زود بیای میگی که سی سالم بوده زود اومدم. اگه نتونی کلاً بیای آها. میگی بالاخره درست داریم متوجه میشیم. خب. نه نه تو که همیشه دیر میای. خسته ای؟ نه. من نمیذارم. داری نه کستینگ صحبت میکنی یا در رسیدن مثلا رسیدن, میشه. رسیدن به جایی دعوت میشی خسته ای بعد مثلا نمیخواد نمیری میگی نمیام باز بهونه است یعنی همیشه میگی چون سالمه گفت دعوت میشه. نمیتونم بیا کلا یه وقتی مثلا زود میای چون مثلا ساله استرس داشتی زود اومدی اصلا نبوده که آره ساعت این خوبه یعنی همیشه یه بهونه ای هستش برای از اینجا به زندگی

آره حائل بزن آروم افوت کن بعدم به ما بگو آره عزیزم ولی کرد آقا تبریک میگم تبریک میگم میگم وارد شدی دیگه کاملا دیگه ما اینجا بعد بهونه داریم ادخلو خلو آره ما همیشه یه بهونه‌ای داریم ولی چی میگه میگه دیر بیا بعد مهمون سلمونی نرم با ما بد باش فقط آره چیز رابطت با تولد چجوریه میدونیم دیگه اصلا من به شما گفتم من حضور داشتم من حضور داشتم تو یکی از تولدا ولی خودش نبود آره من خیلی آدم تولدی نیستم من نیستم یه سری متنفرم یه سری معتقدن که باید یه ذره باشی می دونن یعنی میگن که بیا سری. نه از بعد سی میتونی یه یزارم نباشی، هیچ مشکلی نداره. نه ولی فکر کنم خدا جوتونی. من تنفر برم از تولد. آره من کاملا تنفر. اصن دوست ندارم. اصن از اینکه این که اتنشن صد در صد رو من باشه اصن خیلی سخته. و اصن دوست ندارم دیدی یکی تعلقش میشه. 800 نفر عکسشو استوری میکنن اصلا دوست ندارم اکسی من اصلا عکسی حتما. کسی برام بذاره دوست ندارم از هم... اصلا کلا از دوربین الان فراری ام بله دیدم میشم از همتون استوری میذارم یعنی کلا ازتون خواهش میکنم اگر که میشه از کسی استوری نذارید به خودش تبریک بگید یعنی شواف کردن اینکه تو با یه نفر خوبی اصلا نیست. حالا یه کار دیگه هم که ما کردیم همین چهار نفر پادکستی چند سال پیش با هم صحبت کردیم که دیگه به هم هدیه هم ندیم چه کار خوب. و این پیشنهاد میشه اگه گروه دوستی دارید چه فشاری که... از روی ما برداشت اه... فکر میکنم آخرین هدیه‌ای که من گرفتم آخرین کادویی که دادید یه عینک بود که هنوزم دارمش ولی خب اون حرکت باشه انقدر دیگه قدیم بوده و ما کلا برای هم دیگه کادوی ز... نمیگیریم هیچ مناسبتی قبلش میگرفتیم نه 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 الان میگم یعنی مثلا نه. چه میدونم سال نوی است یا مثلا هیچ نه. مناسب ایستری باشه ولنتاین و اینا پیشنهاد میشه به همه گروهی آره واقعا زیبایی بود که ما گرفتیم ولی خب یه مشکلی هم هست که تولد هم دیگرم زیاد یادم نمیمونه نمی آره آه. چون بعد سیه سی دیگه از اون این رژیم بود اون همه رو دقیق دقیقا ما همین همین صحبت داشتیم واقعا نمیدونیم یه حدودی میدونیم ما یه گروهی داریم که خودکس حد... بدون کارون بود آره درسته. بعد بچه‌ها پرسیدن کی و اینا من گفتم اگه رژیمو میدونست واقعا نمیدونیم نه نه آدرس رو میخواستیم و دنبال آدرس آدرس هم داشتیم آدرس برای چی کار داشتیم میخواستیم یه کاستینگ <تصرف> من چون خونه نداشتم بخواستم آدرس شما رو بدم یکی از این رو بیام نم. اونجا انجام بدم من تقدرداد دارم حفظ نیستم ولی دارم, دارم من, من واله... <تصفح> تو دارم من مال کارون رو حفظم مال بقیه رو تو کلن دارم ولی ولی قبل که کادو میدادیم و اینا مثلا شما بل... اصلا تو خودم میام کادو خوبی میدادید یعنی من اون دمپایی مثلا کادو خوبی آره مثلا من باشه مثلا اون گلی که واسه من گرفتی خوبه می الان هست من هر روز میرم رو باشه اش میکنم دیگه آه یعنی این فکر کنم از اینکه خوب باش برای شما. نه نه میگم گrem... الان نمیکنم ولی وقتی میکردی خوب میگرفتم لوف لنگویج شواز سابسکرپشن میگیریم برای شما داریم میگیم این اپیزود سیده بو البته دیگه یه تیز با تیز دیگه میخواستم بگم خانواده میشتم و دیگه بشتم دیگه تو اگه من نتونم حرف همون بزنم <تصحنت> یکیش همین سندسی سی خب مثلا سی و اینا دیگه باش کنار اومدی اوکی ما اصلا خیلی هم برام سن مهم نبود ولی یکی نوشت ورودت به دهه چهارم زندگی این بده این یه خود این چیز بوده این نه تو گوشه فکر نه. شده بوده. آره فکر شده بوده و میخواست تخریبی بوده آره گفت نه و من گفتم ای من این دهه چهارم شدیدم این دیگه این عجیب بود یعنی با سی من خیلی اوکی بودم ده چیز بود گو اینو گفتم که سی برات راحت هیشکی به صورت عادی نمیاد ده بگه دهه چهارم میدونی ده این اصلا اینا این که قرنم تقریبا گفتن همه گفتن قرن جدید مبارک اینا از همون ده. هم... یه, سیستم دیگه هم بود یکی تبریک رو من گفت تمام خوبی های دنیا رو برای, برای, شو برای شو آرزو من ده. بعد چون من باش سمیم بودم پرسیدم ازشون منظور بعد لیست کردم کستینگ توش نه بود نه لیست کردم بعد من پرسیدم یعنی تو انتظار داشتی من همه اینا رو برداشت کنم از اون تمام خوبی که آره دیگه میدینی که تامنیل این اپیزود یه دونه کاوچ سیاه خالیه بالا جانش کاستینگ میلا جون دیگه نپرس بدون که من خیلی نه رب بود که رب بعدی دارم میزنم من کمرم چیز شد چایید گرده گرده عجب, عجب عجب آه یه نکته ای که همه بحث سیه همیشه به من تو این سال ها میگفتن اینه که تو الانه جوونی هنوز سی سالت نشده خیلی این استفاده کن لاغریت خیلی خوبه و وقتی که به سی نزدیک بشی دیگه دستگاه گوارشت اونطوری فانکشن نمیکنه و این چیزا من همیشه اینطور نه تنها دست دست دیگه هم ممکنه ایشون اشاره داشتن که ممکنه دیر من گفتم یه جا دعوت یه کمی دیگه نه دست تصمیم گیری من دارم آره تصمیم بعد من همیشه اینو میگفتم بابا چی میگی؟ بعد الان که ندارم نزدیک میشم که برو دارم نزدیک میجند بابا برو بابا آقای پیروانی شما هنوز شاشت کف نکرده شما <تصفح> ام شما هنوز شاشت کف نکرده <تصفح> چی میگی <تصفح> ولی برای من از سن سی میگی داره کیکین میکنه اون دستگاه بارشه... نه آقا اصلا چی چیزی نیست من هیچ کیکین شب شب سی اون موقع است که کیکین میکنه آقا آدم راحتش شکم میاره دیگه اینو قبول کنید آره بستگی به لایف استایل داره آخه من اون آره. با فرات حرف میزدم مثال امو حسنی که خیلی صحبت میکنه من میگم که چهجوری با صحبت میکنه یه تکست میدم وی نید تو تاک من چه استرس بگیره من این دفعه چی ریپلای کردم یس وی دو این یه استرسی به طرف جواب من نمیده جواب نمیده نه نه جمعه صبح عزیز من اون شب من دقیقاً دیروز جواب ندادم نه داره اشتباه میگی نه. همون شبی که این اتفاق افتاده بود نه 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 هم دیروز دیروز بودن. خب دیگه گفتم زورش بیدار شده بودم هم واقعا کار نافتن هم بعدش شما دیگه با من که صحبتی نکردیم من خودم دوباره فالوآپ کردم که ببینم زنده ای حالا خوب رم درست زنده ای حالا جلو دور میندارم ما رو میکنم ب... یادم چون... رفت نه تو گفتی داشتی با من راجع حرف می‌زدی تو تاک آ این داشم اما حسن رو بهش میگفتم موسیق. اون ایشون چون لایف استایل بسیار خاصی داشتن اون موقع ما 20 ساله اون بود ایشون 42 سالش بود و بدنش واقعا از من کوروش روی هم بالاتر بود بهتر بود شرایطش آره اما دیگه الان با ببینیش پس این یه اکسکیوزه لایف استایل دیگه ام. گفتم دیگه همه چی هم برمیگره به بچگی آره. خاطری دویدنشون هم که گفتم براتون نه نگم دیگه نه دیگه بگو اپیزود پر کردم برای مانتیزیشن بگو خش نه خیلی بدن آماده ای داشتن یا اون اکباتون هم که اون فاز سه ما ورزش میکردیم همیشه کلی دختر پسر دیگه هم ورزش میکردن و اینا بعد شب بود تاریک بود ایشون خیلی کمی داشتن میدویدن بعد یکی کنارش رد شد نمیدونست اصلا اینکه اینم خیلی آدم حاضر جوابی بود گفتش چی داداش میخوای دیگه را برو دیگه نه دو. بعد این گفت وایسا تو کوله پشتش پر وزنه بود این با وزنه داشت میدوید گفت میخوای در بیارم همین وزنا رو یکی یکی بکنم تو کوله تو آره تو کولت گفت ای داداش ندیدم تو کولت وزنه است بخش اینجوری ترسیده رفت بعد دیگه هیچ وقت تو کولم که وزنه است که هیچی <applause> آره خیلی شا، آدم حاضر جوابی بود آره ولی اون خیلی بدنش آماده بود و این به لایف استایل رفت داره آه یه چیز دیگه من این روز خیلی پرفشار نشستم جوکر دیدم آه خب تا کجا دیدی؟ موضوعی که اینم بگو یک و دو رو دیدم چهار و پنج هم دیدم سه رو نیدم یه موضوعی که من اذیت میکنه اینه که خب اینا رو ما بچه بودیم همه این کامیدی اینا رو دیدیم این جوون بودن و اینا اینا چرا سنشون میره بالا دیگه به فیزیکشون نمیرسن مگه بازیگر به فیزیکش نیست چرا مثلا 90 بجز یوسف تیموری فکر کنم بقیهشون همه افتضاحن مثلا با بازیگر خارجی که مقایسه میکنید حالا نه همشون ولی اکثر کروز. بازیگر خارجی خب با شغلش دیگه تو باید رو فرم باشی ولی اینا یه بعض بدی به خودشون نمیرسن آدم ناراحت نه میشه. تنها اون فوتبالیستامون آره فوتبالیست هم که فیل میکنن بقیه از آهیده ای که استیل گنگ و باشون هم به یه شکمی داره آهزاده خوبه آوزاده بازی, آوزاده که زکنه. انجام شد مهدوی کیا بود کنار پیرلو <تصفح> پیرلو رو میدیدی هنوز استیل خوب مهدوی که یه شکمه اون بازی دیدی و اینا چرا ول میکنن از فوتبالیست میشه انتظار داشت ولی خب دیگه بازیگر اون اون شغلش تو به فیزیک خب یعنی نقشایی هم, فا... هم که بهشون میدن از همون فیزیکا میسازه هم ها... دیگه <تصفح> چرا اینو من اذیت دارم میشم خب <تصفح> اگه باش راحته دیگه اوکی دیگه آخه فقط چیز نیست من احساس میکنم نهادین شده توی فرنگ ماست یعنی اینکه بیخیال خیال شی بعد از یه مدت من چندی بار مثال زدم یعنی حالا کسایی که من میشناسم به یه سنی که میرسن واقعا دیگه زندگی براشون تمام شده است یعنی یارو فقط دیگه داره زندگی میکنه این خیلی حرف زیبایی من دیدم من شد. دیدم که ب... گفتم ما اولش که اومده بودیم یکی از اون شوکای فرنگی که بود یه خانم تقریبا 90 خورده ساله بود که با کپسول اکسیژن و ماسک و اینا اینو میآورد و میاد راه میرفت اه. من مطمئنم که اگر که مثلا یه یکی از خانواده من بودم مثلا به اون سن میرسند یا به اون شرایط فیزیکی میرسیدن خیلی ناامیدتر بودن نسبت به آینده و این بنظرم نهادینه شده است یعنی بعد از یه سنی تو یه سری چیزها رو یه سری استانداردها رو کامل از بین میره و شروع میکنی یه سری کار دیگه کردن و نمی‌بینی دیگه اصلا کور میشین نسبت به یه سری اتفاقایی که داره تو زندگی میفته این هم همونه فکر نمیکنم خیلی متفاوت باشه آره مثلا این و من خودم بچگی چون شبیه یکی از پسر خاله‌ها من خیلی خوشم میاد ازش از استیلش قد بلند و اینا کله باحال دیدم مثلا کلی شکم و سینه و برسید به خودت حالا چیز قضاوت یه چیز جا جو... من نار... چیز شده یعنی اذیت می‌شدم که قضاوت نه نمیدونم اونا... متوجه برام سوالی چرا مثلا این وریا اینقدر توجه میکنن ولی خب مثلا آره آر... مثلا فرندز رو که میبینی مثلا جوی هنوز سیکل مثلا مناسبی داره شاید چاقتر شده آه. ولی خب این چیز نیست یا مثلا چندلر و اینا هنوز همون هیکلن شاید یارو ازوله ی نشده باشه آره. ولی خیلی هم out of نشده ام ام تناسب آره نامت... ولی یه چیز دیگه که برا من جالبه اینه که ش... این کسایی که مثلا میبینیم و خیلی هم مثلا توی فیلم و ها... سریال های مختلف خیلی بامزن شاید توی این شرایط میاد واقعا اون مزه رو نده یعنی شرایط فعل بده که میاد و خودشون بعد از خودشون ایزی در بیارن همشون اونقدر بامزه نیستن مثلا از حالا یه زیان باشه سانسورم خیلی مهمه یعنی نمیدونی آه چیزی که خیلی در موردش صحبت شد سانسور شدن چیز مهران بود مهران قفوریان آه. بود ناراحت شده بود یه پخ شد من فهمیدم این داشت چی می بود. آره. کباب داشتن آره. داشتن درست میکرد حرکت دست آره خیلی مثلا مهران قفوری تو بود که جوک با یه دونه بطری کوچولو شروع شد آخرش که تمام شد 17 تا بطری چیده بودن و نمیدونستی که این بطری ها کجا اومده بود یه سوتی بود. دادن تو قسمت قبل که میگه قسمت آینده چی میبینی یه چیزی رو نشون دادن که تو آیندهش تو اصلا نمیدید آره آره خلاصه چیزه اینم هست ولی احساس میکردم که بعضی هاشون اصلا اون مثلا بامزگی که تو فکر میکنی و ندارم و چقدر برمیگرده به اون نویسنده که برای اینا واقع دیالوگ مینویسه سکانس رو مینویسه جالب بود من من دوست دارم جوکر رو برام جالبه ولی دارم. کاش انقدر سانسور نمیشد که اگه نمیشد که دیگه نمیتونن دیگه بنده نمی خدا شود. دستشون تموم شد این سیزنش نه آره. ولی کاش چیزه <تصفح> یه روز استنداپ کمدین ها رو بذارن جوکر بازی کنن اونا آدمای تنداری هستن حالا نمیدونم هر چقدر آهنگی بود دیگه اون اون واقعا آدم فانی من دوستش داشتم آه. آه. خیلی آه. تلاش میکرد ولی مثلا خوب بودا خوب. نمیخوام چیز کنم ولی مثلا یه مرزی بین لودگی و تنزم هست اون یه وقتش مثلا لودگی بود ببین آخه یزی باید در نظر بگیری دیگه یزی که ما نمیدونیم تو شرایطه نیستی یعنی آره. بعد از آه. یه ساعت ما, ما د... یه بار چون چیزی که رفته بودیم داشتیم بازی میکردیم رفته بودیم تاریک شده تاریک کنه بازی میکردیم به ما مثلا دوام اون یه رو بود اینا شش ساعت یورو رو مثلا یعنی بعد دیگه یو ران اوت یه سری دیگه تموم میشه واقعا علی یوسف تیموری چه خوب بود آره یوسف تیموری آره، از آره، اولش زد تا آخرش و بهترین بای فار مثلا بهترین سیزنش آره من سیزن آره، آره. چیزو خیلی دوست دارم واقع. جوله جوله خیلی تنزاش آره. دارک میشه یه وقت بهترین چیزی که تو اون قسمت گفت این یارو مردی که اون کلیپ مسخره رو میساخت چطور به تو اون آوردن یه جمله گفت این نشونه چقدر جوله گفت چی چی گفتش که ببین برای ما خیلی سخت بود چون نخندیدن ما به همکارامون مدلش فرق داشت با نخندیدنمون به ایشون این یعنی انتهای دیس کردن یه آدمه آره در این حال خیلی باهوشه جوله آره اون چیزایی هم که پخش میکردون روزنامه بود چی بود یه سه چیز هم پخش کرد تو قسمت آره خودش. اون مثلا اون طنز یا چون اون رپی که سیادی نویسنده است یعنی ژوله بازیگر نیست یعنی اون رپی که سیادی اون رپی که اون یکی پسر که اصلا اسمش هم نمیدونم خون آره. اینا طنز چون کار شده دیگه لودگی حالا اوکی میخندونه ها ولی فرق داره ولی خودش اونجا اعتراف کرد که این کارهای من زیاد جواب نداد تو این برنامه جوله آره گفت با لودگی ولی میفهمم چیز عمیق آره کاراکترش نمون چیز کن میخوای چند تا کامنت بخونی یک ساعته که داریم صحبت میکنیم و فرض جالب آدم فکر کنم یواش یواش فوش میده میگه ما اومدیم یه چیزی دیگه هم ما اومدیم زود شروع کنیم بگو بگو قبل این کامنت رو بخونی یه تفاوت فرهنگی بین حالا ما ها خارجه من چند هفته پیش یه جایی بودم داشتیم صحبت میکنیم یه سری ایرانی بودیم یه سری تالات خارجی بودیم بعد صحبت رفت توی بچگی که پدر رو تو بچگی چه جوری صحبت می‌کردن بعد خواهر بودن و اونجا داشتن میگفتن که هم, هم از من بزرگتر بودن یه خواهر بودن که آره مثلا ما چه میدونم فرض کنید توی ایران ما 99 حسادم هم میشدیم مثلا پدر مادر می میگفتن اون یکه چی بود که تو نتونستی بگیریش بعد اینجا خیلی جالب شد این سفید بوستا که داشتن صحبت میکردن میگفتش که خانواده یعنی کلا فرهنگ اونها کامل برعکس ماه خیلی بچه رو تشویق میکنن و خیلی بزرگش میکنن و اینا میگه من بچه بودم واسه یه انشاتوری نوشته بود بعد میگه مادرم گفتش که حالا پدرش گفت نمیتونم صبر کنم واسه اینکه ببینم تو یه روزی جایزه نوبل میبری نوبل ادبی مثلا میبری بعد میگفت الان من بهش گفتم که مثلا فلانجا کنفرانس ما رو دعوت کردم بعد میگه مادرم گفت به بقیه گفتن که تو داری میری مثلا آدم مهمی نیستم آدم معمولی حالا مثلا تو اون اینا این خیلی این تفاوت فرنگه برای من جالب بود اونجا دیدنش که حالا مثلا خانواده شرقی اونا خودشون اینجا معروفه که ایژن ها یعنی آسیه چشم. ها چشم... آره آس... آسیه شرق, شرق ها. دور خیلی پدر مادر سخگیری دارن بعد که ما اینا رو تعریف میکردیم گفتن ای پس ایرانی هم مثلا همین نه خب ایرانی اینطوری تو کانفیدنس جا، تو جای دیگه میگیری وقتی مینداختن بالا گفتن دودول طلا <applause> تو موقع است که کانفیدنس رو توی جای دیگه گرفتی کم <applause> نذاشته <applause> آره حالا نوبل نبردی ولی <applause> دودول تو طلا بوده هر موقع که انداختن بالا آره اینه که بده <applause> بخونم یا جمعش کنیم بگو نره جمعش کنیم ما گفته بله زیاد شده محمد گفته کار درست و شنیدنه هستید مرسی برای وقتی که میذارید و محتوایی که تولید میکنید عشق منی یه پیش اصلی قرار خونه ایمان تولید اونا رو ببینید اونا خود از پلاسه که میتونید اگه سرچ بکنی تو پیچوان پولیه اونا گفته یه پیشنهاد داره محمد گفته اول کسیم کس میکنیم فرهاده گفته اگه یه اپیزود بزرگ بسازید و دو قسمتش کنید فکر کنم بهتر باشه چون این موضوعی که بعضی مواقع موضوعات رو برای اپیزود بعد نگه میداری یکم اذیت کننده میشه ازم فانش به همین دوست عزیز همه چی رو نه اون اکسپیکتیشن آره <applause> دیر اومدی نخواه زود برو آره. عزیزم دید. بشیا بیا بچه ها اصلا نمیان بعضی موقع <تصفيق> 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 اگه به سی <applause> <سیده باشد. تصفيق> امید رضا گفته که ایمان مثل سیامک انصاری تو قهوه تخت زل میزنه تو روح آدم عالی هستید بله این دوربین رو و گفتن که کارون لطفا اپیزود راجع به فرضیه خوشبختی برو و ببین معنای واقعی خوشبختی چیه احساس میکنم خیلی باحال بشه فرضیه خوشبختی من نمیدونم چیه نشه برو گفتن گفتن که مرسی که با بودنتون حالمون رو خود میکنید و باعث میشید از اتفاقای بعد روزمرهمون دور بشین حتی اگه هر اگه هر روز هم اپیزود داشته باشید بازم میرم بازم اپیزود کم میارم و بعد اپیزودهای قبلیتون رو برای انومین بار ببینم من یه چیزی بگم و بعدش ببینیم اپیزود یه کلیپی پخش شد که براتون فرستادم از یه نازمی که داشت موی بچه ها رو میزد من خواستم همینجورش بگم که خیلی آدم پایینی هستی اول. چرا براتون عجیب و خیلی بود خیلی این اتفاق رایج حالا برای من که تا حال اتفاق نیفتاده بود قبلا و بعد هم اینکه من احساس میکنم این خیلی یعنی تا... اثر داشت برای اینکه بچه ها چندین سال دو سال نبودن تو مدارس حالا با هر شکل و شمایلی شاید میتونستن در واقع تو خونه باشن موها بلند شده هر چیزی ولی اینکه یه سری بچه ای که تو اون سنن یه همچین رفتار زشت و زننده ای رو تو باشون انجام بدی فقط برای اینکه تحقیر بکنی و اونا رو اذیت بکنی که مثلا تو جامعه طرف میخواد فردا بره تو موش یه ظاهرشه دیگه تو داری ظاهری یه نفر رو عمدن بد میکنی به خاطر اینکه نشون بدی که یه قدرتی داری خیلی آدم پایینی هستی اینو بدون و همه هم اینطوری فکر میکنن منم تنها نیستم آه. اه و این ممکنه این رفتار تو توی آینده خیلی از این بچه ها یه جوری تاثیر خیلی منفی سادسانده. بذاره که تو روحیشون همین الان تاثیره رو گذاشته یعنی همین چیزی که هست آره ما, بزرگ شده آره ما بزرگ شده همون رفتاریم ببین که ما الان چقدر تازه حالا میگم با من همچین رفتاری نشده بود رفتار دیگه ای شده بود چون میدونم من یه سری دستمندای مثلا پلاستیکی داشتم نازمه گرفت همونجا کاتش که مثلا انداخته شدور برای مثلا خیلی ارزش داشت و اینا بدون که اگر که این بچه ها روزی با یه مشکلی دست و پنجه نم کنن روحی ذهنی فکری هر چیزی یکی از دلایلش تویی و ببینم که امیدوارم که بتونی با وجدان خود کنار بیای بدون آدم پایینی هست اصلا, اصلا میدونی اینا <تصفح> همین مدل رفتارا باعث میشه اون صدا منفی توی ذهن بچه ها باشه دیگه این دست رفتاران که همش دارن ایراد میگیرن مثلا ما گفته بودیم تا فلان موقع موهاتون رو فرصت دارید کوتاه کنید چرا نکردی حالا بیا من دستیکات میکنم یه یک دو این که خودمون یارو هم شاید خیلی مقصر نباشه اونم یعنی درگیر چیزای خودشه درگیر عقده‌های خودشه اون احتمالا بچه بوده یکی بهش زور گفته این اولین جایی که زورش میرسه شروع میکنه زور گفتن که خالیشه بعدم از اونجا از مدرسه میره بیرون تو جامعه چهار نفر دیگه بهش زور میگن نه این سیکل معیوبه این مدل ببین تو به هر توی چیزی یعنی توی اومدی که آینده یه سری بچه رو شکل بسازی شکل بدی یعنی اونا مدیری نازمی معلمی هر چیزی که هستی یه سری بچه هستن که دارن از تو یاد میگیرن و اومدن در واقع یه سری خانواده هستن که به تو اطمینان کردن که اومدن بچه‌شون رو گوشتن اونجا پیش تو که تو بهشون زیاد بدی اگر که توی این سن داری همچین چیزی رو بهشون یاد میدی که استفاده کردن از قدرتی که داری میتونه انقدر مخرب باشه مطمئن باش که توی آیندهشون اینا ضربه میخورن و ممکنه همین رفتار رو با یه نفر دیگه انجام بدن اون مطمئنه اصلا واقف نیست به موقعیتی که داره و تاثیراتی که می‌تونه بذاره آدمی و می‌خوام بدونم که اگر که یه نفر دیگه باشه که مثلا خودش بچه داشته باشه و با بچه خودش همچین رفتاری رو میکردن آیا براش همین یعنی براش اینقدر را... راحت بود که بیاد موهر رو بزنه بندازه تو سطل آشخال. نمیدونم خیلی من من حرکت پایینی بود من خیلی هرس خوردم اون روز سر این قضیه به خاطر اینکه میدونم چه اثر مخربی همون لحظه و در آینده داره و یه, یه که اصلا نیاز بچه به اون تنفره نداره میگم دارن توی کشورهای دیگه دارن یه جوری برخورد میکنن که آقا ما بیایم به بچه ها نمره ندیم که توی مثلا روحیهشون تاثیر منفی نذاره مثلا بخوایم باشون نرمتر برخورد بکنیم اجازه بدیم که خطا بکنن اجازه بدیم که یاد بگیرن ولی الان اینجا توی سیستم آموزشی طرف یه ذره موش بلند باشه که اصلا ببخشید احمقانه است یعنی موی بلند نشانه ای که چیز بدی نیست میگه از کجا میاد این داستان این قدیم چون بهداشت و اینا اونجوری نبوده مو که بلند میشه توش مثلا شپش اینا میزه. اینا بزنید بعد این ادامه پیدا کرده ولی دیگه دیارو نازمه که الان هست به این فکر نمی کنه آخه حالا مثلا با موی تا کمرم بیاد به من چه ربطی داره موهای اینا بلندم نبود مو اصلا بلند این, این کارو میکردن بارد. همیشه نمیدونم تو چرا یادت نیست ولی دستو میبرد مثلا از انگشتش نباید بزنه بیرون مو بد وقت میدادن میگفتن تا یک شنبه بعدی مثلا همه آره میدونم ولی ب... یا... الان بچه‌هایی که دارن برمیگه صدای صندلی منه چون من آه. این آه. بچه هایی که الان دارن برمیگردن به مدرسه از یه فشار خیلی مضاعفی یه نیازی دارن به یه مدت زمانی که بتونن آداپته بشن با سیستم مدرسه خود اون یارو هم تحت فشار خود حالا ببین اون یارو شغلشه که تحت فشار باشه نه توی پندمیک اونم اصابش خورد شده میدونم یعنی اون طرف وظیفهش به عنوان یک ادالت به عنوان یک آدم که سن قانونی رسیده اینه که رفتار درست انجام. یعنی تو کارت اینه که با بچه ها رفتار درست انجام بدی نمیدونم همه آدمایی که توی این در واقع این دو سال گذشته همه به یه نحوی تحت فشار بودن یه سری با موندن تو خونه یه سری با نرفتن بیرون یه سری با نرفتن سر کاری از, از مالی از, آز روحی فکری ذهنی همه چی ولی تو کارت اینه که یه سری بچه رو بهشون احساس امنیت بدی که بتونن اونجا چیز یاد بگیرن که بتونن فردوریزی برن یه کاری بکنن برای مملکت با این کار فقط داری اونو تخریب میکنی یعنی تنها کاری که نباید میکردی و کردی و امیدوارم که ازش بهش افتخار نکنی به اون کاری که کردی این یاراق خیلی بد چانس بوده فیلمش چون خیلی اتفاقات وحشتناکتر از این هم میفته فیلم ها در نمیاد ولی خوبه که این اتفاق افتاد آره. به همه واکنش نشون داده برخورد شد دیگه آره حالا آره. آره. چیز که استفاده داده مدیر و اون یارو ولی چیز آره خوبه که این اتفاق افتاد دوربینه خوبه ما, ما دوشی هم نمیزن ببریم یا میگردن آره. آقا ما توی تمام فضای مجازی هستم خودگسته پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام هر کی می‌خواد ما ارتباط مستقیم داشته باشید توی تمام فضای مجازی میتونید با ما پیام بدید و ما تا که بتونیم جواب شما رو میدیم مرسی که به گوش دادین به این اپیزود کاستینگ ما گوش دادین ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ شما هم گفتی چی چی فاتی فاتی فاتیانه فاتی فاتی